هم مسائل هستم، دانشجوی سال سوم دانشگاه زراعت دانشگاه بلخ، میخوام در ارتباط مشکلات محصلین که دارن چند نکته یادآور شدم. و مشکلاتی که ما بیش از حد داریم مشکلات پانتون است. ما پانتون نداریم، ما از طریق از سنفای درسی نداریم، لیلیه نداریم. محصلین بسیار مشکلات زیاد دارن. حتی مشکلات زیادشان این است که در یک اتاق ده محصل زندگی میکن، بسیار با مشکلات مواجه هستند. و دوم مشکلاتی که داریم مشکلات استادان هستند. و وزارت تحصیلات عالی برای ما استادی که مشکلات ما را حل بسازه از خارج نمیره و استادی را از خارج میره که در ارتباط زبان ما و زبان ما را او نمیدانه، اما زبان ما را او نمیدانه و انگلیسی حرف میزنه و مشکلات ما را حل کردن نمیتونه و این مشاهید این مشکلات هستیم که این مشکلات خود ما حل کردیم و خارجی اومده ما را دست میده و محصلی که از اینجا فارغ میشه بیکار میمونه و استادی که از خارج میاد و مقدار $10,000 معاش داره. چرا امیر محصلی که فارغ میشه هم برای ازی وظیفه دادن میشه و دیگه مشکلات دیگر داریم از جناب مترمی آقای کرزایی. معاش مامورین باید چرا زیاد نمیسازن؟ اگر مقدار معاش مامورین زیاد بکنن فساد اداری گم میشه. در یک ولایت یک مامور از همون ولایت است، مشکلی همون مردم حل کرده نمیتونه بخاطر یک از روابط اجتماعی با اون مردم داره و روابط فامیلی داره با اون مردم، نمیتونه مشکلات دجانبه حل بکنن. و از جناب محترم آقای کرزی خواهان هستیم که ما خواهان مسدود شدن فوری مرکزی که برای ترویج و تبلیغ مسیحیت فعالیت دارند میباشیم. ما خواهان استخدام استادان خارجی غیر ضروری در دانشگاه بلخ میخواهیم. و چیزی که آقای خواهان هستیم که از آقای کرزی که چیزی که در سوگندنامه خود به خاطر حراست از دین اسلام به مردم وعده نموده بودند عمل نمودند. و دیگه در هر ولایت سوار است از آقای در هر ولایتی قای آیسا زیاد میشه، به اون اندازه وضعیت امنیتی هم ولایت خراب میشه. چرا امنیت منزله حل نمیشه؟ اونا به خاطر امنیت اومدن در امروز نه اینکه منزلات را خراب کنن.